دو سال پیش من کارمو توی آلمان شروع کردم به عنوان برنامه نویس و قراره توی این ویدیو بهتون بگم که چرا فکر میکنم که آلمان بهشتی برای کارمنداست. با من باشید تا بهتون بگم. دومین سال کار کردنم توی آلمان همین هفته پیش تمام شد. شده قراره به مناسبت این دو سالی که اینجا کار کردم از فرهنگ و محیط کاری آلمان براتون بگم. تو این ویدیو یه سری از قوانینی که فکر می‌کنم به کارتون میاد رو توضیح بدم. سلام بچه‌ها، من سیاوش قنبری هستم. اگه این اولین ویدیویی که از من می‌بینید، باید بهتون بگم من شغلم برنامه‌نویسی. الان توی شهر برلین، کشور آلمان، مشغول به کارم و هر از گاهی هم برای شما ویدیویی در رابطه با مهاجرت و زندگی توی آلمان و این چیزا می‌سازم. و قراره توی این ویدیو هم بدون اتلاف وقت یه سری مواردی که اینجا لیست کردم فکر می‌کنم به کارتون میاد رو توضیح بدم. بریم سراغ گزینه اول. از من پرسیدید که اگه یک نفری کارشو درست انجام نده، کارفرما چه برخوردی باهاش داره؟ خب باید بگم که منظور از درست انجام ندادن اگه این باشه که به موقع کارشو انجام نده. توی محیط کاری ما اینطور بوده که سعی میکنن دفعات بعدی استیمیشن بهتری رو از من بخوان، یعنی هم خودم هم تیم سعی میکنیم که برآورد زمان مناسبتری و درستری رو انجام بدیم، ریالستیک باشه. نگم مثلا این تسکیه 2 روز طول میکشه ولی 4 روز طول کشید و میان میبینن کجاها مشکل بوده، سعی میکنن مشکل ها رو برطرف کنن. اما حالا بیا فرض کنیم من اصلا نمیتونم این کاری رو انجام بدم. اون وقت مدیر بالا سری من میگه که اوکی، تو گفته بودی 1 روز قرار این کار انجام بدی، 1 روز تموم شده، هنوزم به جواب نرسیدی، فکر میکنی که این مسئله نیست که به راحتی حل بشه. اون وقت برای من یک تایم باکس میذارن، میگن که خب تایم باکس تو برای اینکه این تسک رو انجام بدی مثلا 2 ساعته، 2 ساعت دیگه هم روش وقت بذار، تحقیق کن، اگه به سرنخی رسیدی باز میتونیم این تایم باکس رو اینکریز کنیم، اما اگه نرسیدی و همون استاتوس قبلی رو داشتی بهتره که این کار رو متوقف کنیم چون این برای ما هزینه داره. خب قطعا اگه قرار باشه من تمام تسکایی که به من محول میشه رو متوقف کنم بعد از یک تایم باکسی که براشون در نظر میگیرم، قطعا کارفرما از من راضی نیست. اما اگه قرار باشه من مثلا چند تا فیچر رو انجام بدم، چند تا باگ رو برطرف کنم، کاری که به من میگن رو بتونم انجام بدم و این وسط یه کاری باشه که از پسش برنیام، قطعا کارفرما درک میکنه و مشکلی هم نخواهد بود. دومی مسئله این که توی سوالای شما بود تیم ورک بود، همکاری تیمی. خب اینجا خیلی مهمه این کار و تیم ورک به دست نمیاد مگه اینکه شما بتونید ارتباط برقرار کنید. ارتباط برقرار کردن با زبان اتفاق میفته، پس شما باید زبان رو خوب بلد باشید. سعی کنید تو محیط کاری آلمان خیلی آدم پوشی نباشید، خیلی پیگیر نباشید، خیلی اگه ایمیلی زدید جوابتو مثلا تا 1 ساعت نداد یه ایمیلی دیگه نزن. فردی بوده که اتفاقا نظر تکنیکال خیلی کارش خوب بوده و ما میخواستیم وارد تیمش کنیم، اما خیلی ایمیل میزد و ایمیلاش هم ادبیات مناسبی نداشت. میتونم بگم اونجا بود که ما به خاطر اینکه احساس کردیم این نمیتونه توی تیم آدم مفیدی باشه ریجکتش کردیم و جذبش نکردیم. پس به نظر من خیلی مهمه که شما اولا اصول نامه‌نگاری رو بلد باشی، اینکه خیلی هم پیگیر نشید. اگه یه مصاحبه انجام دادید امروز فنی و قراره که به شما جواب بدن بگن که خب به مرحله بعدی میدید یا نه، هر روز ایمیل نزنید. حالا جا داره که من نکته بعدی تو لیست بگم. اینجا نوشتم hiring process takes much time. ببینید اینجا جذب نیروی پروسه خیلی راحت یه هفته ای نیست، گاهن طول میکشه. یه نیرو رو ما 3 ماه طول میکشه که بخوایم جذب کنیم توی پوزیشن خاص، پس صبور باشید. نکته بعدی که فکر میکنم خوب شما بدونید این که اینجا فشار کاری کمه، لااقل تجربه من اینو میگه که کمه، مخصوصا برای بچه برنامه نویس و بچه های IT. یعنی کارفرما خیلی شما رو تحت فشار نمیذاره که چرا این تسک انجام ندادی، باید تا آخر هفته این تسک رو برسونیم، ما خیلی عقبیم. من تجربهش نکردم. مسئله بعدی اجازه کاره. خیلی وقت‌ها تو مصاحبه از شما می‌پرسن که شما اجازه کار دارید برای آلمان یا نه. ببینید اجازه کار یا همون مجوز کار اجازه‌ای هست که اداره کار آلمان میده که شما بتونید توی آلمان کار کنید یا بتونید ریموت هم کار کنید. برای گرفتن ورک پرمیت شما باید یک سری مدارک آماده کنید. من قبلا یه ویدیو ساخته بودم از اینکه ورک پرمیت چیه و اصلا چطور میشه مجوز کار آلمان رو گرفت. فکر می‌کنم که اون ویدیو رو ببینید، خوب لینکش هم براتون می‌ذارم اینجا
به کارتون میاد. مسئله بعدی تفاوت‌هایی هست که بین قراردادهای توی ایران و اینجا هست. تفاوت‌های بزرگ به نظر من اینه که قراردادهای توی ایران تا جایی که من یادمه این مدلی بود، مثلا باهاتون یه 3 ماهه می‌بستن، بعد 6 ماهش می‌کردن، بعد 1 سالش می‌کردن یا 2 سالش می‌کردن. تایم فریم مشخص بود، بعد که دو طرف به هم اعتماد میکردن اینو اینکریزش میکردن. ولی تا جایی که یادمه قرارداد بی نهایت نداشتی، اما اینجا داشتن یه قرارداد بی نهایت خیلی مرسومه. به جای اون یه دوره آزمایشی 6 ماهه که خیلی رایجه تو آلمان داریم، که این دوره 6 ماهه شما اگه بخوای از شرکت جدا بشی یا از اون طرف شرکت بخواد که شما دیگه باش همکاری نکنی، یک دوره ناتیس پریود، یک زمانی هست که میتونید بهم اعلام کنید. معمولا هم 2 هفته هست، حالا واقعا بستگی به قرارداد شرکتتون داره، بعد از اون به راحتی میتونید جدا شید. اما اگه دوره پروبیشن تموم بشه، دوره آزمایشی شما تموم بشه، معمولا بچهای برنامه‌نویسی یا بچهای آی تی قراردادشون نامحدوده. مسئله بعدی پرسیدید که تفاوت شرکت‌های بزرگ و کوچیک توی آلمان چیه؟ آیا فرهنگ کاریشون، وظایفی که به شما محول می‌کنن تفاوت داره یا نه؟ اول از همه بگم ما یه ویدیو ساختیم با دانیال عزیز، لینکش هم می‌ذارم اینجا ببینید، که تفاوت شرکت‌های بزرگ و کوچیک بود. چون دانیال توی شرکت بزرگ، تقریبا بزرگ داره کار می‌کنه، من هم توی شرکت استارتاپی کوچیک کار می‌کنم. پس میشه گفت همه جوره اینو کاور کردیم و اگه خیلی دنبال جزئیات هستید اون ویدیو رو ببینید. اما به طور کلی تو شرکت‌های کوچیک شما مسئولیت بیشتری دارید، تکنولوژی ها و فریمورک ها و ابزارهای بیشتری رو تاچ میکنی، پس نالجت از نظر مساحت زیاد میشه. اما تو شرکت های بزرگ شما تکنولوژی کمتری رو استفاده میکنی چون محدود دیگه، اما عمقی میری دنبالش و تو اون فیلد حرفه‌ای میشی. اینکه اینجا براشون خیلی مهمه شما آوتپوت داشته باشی. با عنوان برنامه‌نویس خیلی براشون مهم نیست که شما چند ساعت داری کار میکنی. شما اگه مثلا اون کامل اون ساعت‌ها رو پر کنی اما آوتپوت نداشته باشی، هیچ فایده‌ای نداره. همین مسئله آوتپوت محور بودن باعث شده که تایم کاری ما رو فلکسیبل کنن. البته نه فقط من، اکثر بچه‌هایی که بازم میگم تو حوزه آی تی و نرم افزار مخصوصا برنامه‌نویسی هستن، تایم تیبل فلکسیبلی دارن. یعنی من میتونم ساعت 6 صبح، 7 صبح، 8 صبح، 9 صبح کارمو شروع کنم، از اون ورم میتونم دیرتر کارمو تموم کنم یا حتی یه روزی 5 ساعت کار کنم فرداش جبرانش کنم. اما این وسط یه نکته‌ای هست، اونم اینه که من باید ساعت 10 صبح همیشه حضور داشته باشم، چون ما هر روز دیلی میتینگ، چون ریموت هستیم میگم دیلی میتینگ و روزانه اتفاق میفته. قبلا که من ایران بودم یا همین الانم شرکتایی که توی آلمان هستم و نیرو حضورم میره محل کارش، خب بلند میشم و این جلسه رو برگزار میکنم و همین بهش میگن استند اپ میتینگ. حالا که بحث میتینگ شد، من میخوام بگم چه میتینگایی ما تو شرکت داریم. رایج ترین میتینگی که ما انجام میدیم و اونم روزانه هست، دیلی میتینگ هست که ساعت 10 هر صبح ما این رو انجام میدیم. با چه کارهایی که ما روز قبل انجام دادیم صحبت میکنیم، گزارش میدیم، قراره چه کارهایی انجام بدیم. اگه بلاک شدیم و نیاز به جواب یک سوال، یک ریسورسی از یک فرد دیگه داریم، تو این جلسه مطرح میکنیم. اما معمولا کسایی که میان حرف میزنن خیلی کوتاه صحبت میکنن و قرار نیست که وارد دیتیل بشن. میتینگ بعدی که ما هر هفته داریم لرنینگ اکسچنج هست، میتینگی که ما سعی میکنیم به بقیه دانش خودمون رو انتقال بدیم. هر هفته یک فرد مسئول این کاره تو شرکت ما. میتینگ بعدی که ماهانه انجام میشه تو شرکت ما رودمپ میتینگ هست. رودمپ میتینگ میتینگیه که تمام اعضای شرکت تقریبا جوین میشن، از تیم‌های مختلف یک گزارش بسیار کلی از ماهی که گذشت میدن و اینکه تو ماه بعدی قراره چه کار بکنن. مثلا تیم مارکتینگ، تیم سیل، تیم پروداکت که ما هستیم، تیم نرم افزار. یه میتینگ هم داریم به اسم رترو یا رتروسپکتیو که در حقیقت برای بچه برنامه‌نویسه که میان بازنگری میکنن، میبینن که مثلا توی اسپرینتی که گذشت، توی ماهی که گذشت، توی دوره زمانی که ما این رترو رو انجام نداده بودیم، یعنی نسبت به آخرین باری که این میتینگ رو انجام دادیم، چه کارهایی رو کردیم که بهتره دوباره انجام بدیم اگه خوب بودن و چه کارهای بدی هست که بهتره که اونا رو انجام ندیم و چه کارهایی میتونیم بکنیم که کلا پیشرفت کنیم. یه جلسه گرومینگ هم داریم که در حقیقت استیمیشنه که ما میگیم که توی اسپرینت بعدی قراره چه کارهایی رو انجام بدیم و تسک هامون رو اونجا وارد جزئیات میشیم. مثلا میبینیم وزنشون چقدر زمان میبره، آیا
همه یه چیزهایی که برای پیاده سازیش هست داریم الان یا نه. و آخرین میتینگی که ما تو شرکتمون داریم 101 میتینگ هست. مفهوم 101 میتینگ میتینگیه که یک فرد با بالا سریش داره، حالا من با سی تی او شرکت با مدیر عامل شرکت، هر دو طرف از انتظاراتشون میگن مثلا من میگم که من دوست ندارم تو محیط کاری تسکار به من اینجوری اساین کنید، باید تسک کامل باشه، یا از اون طرف به هم میگن که روی نقطه های قوتت کار کن، یا نقطه های ضعف هم به هم میگن که خب تو خیلی زود کارتو شروع میکنی، دیر کارتو تموم میکنی، برای همین تایم تیبلت با خیلی بچه ها نمیخونه. البته این مثاله که دارم میگم، برای من اتفاق نیفتاده. جایی هست 101 میتینگ که شما حرفاتونو میزنی، نقطه های مثبت و منفی تیم یا بالا سریتو میگی، از اون طرف اون هم همین مسائل رو بر شما میگه. مسئله بعدی پرسیدید که مدرک مهمتره، اسکیل مهمتره یا اکسپریانس. به نظر من مدرک در درجه اهمیت خیلی کمتری قرار داره، اما اسکیل و اکسپریانس خیلی مهمه. درجه اول اسکیل، به نظر من شما باید توانایی مهارت داشته باشی. اکسپریانس نشون میده که اون مهارت فقط از خوندن کتاب و اینا نیومده، شما کار کردی و اگه روزی به مشکلی بخوری میتونی مهارتت رو درست استفاده کنی، یعنی تجربه داشتی، اکسپریانس داشتی. دیگری میتونه ثابت کنه که بله شما از نظر علمی و تئوری هم میدونی داری چیکار میکنی، کما اینکه اون آخریه خیلی برای شرکت نرم افزاری مهم نیست، لااقل تجربه من اینو میگه. پرسیدید که آلمانی یا انگلیسی. توی حوزه آیتی، رشته برنامه نویسی مخصوصا، شما با انگلیسی کارتون راه میفته. چیزی نیست که بگیم که باید شما آلمانی یاد بگیری. اگه آلمانی بلد باشی خب جاب های بیشتری رو میتونی اپلای کنی. نکته بعدی، شرکت ها اگه اینترنشنال باشن معمولا بیسشون زبان انگلیسیه، اما اگه شرکت اینترنشنال نباشن، بومی باشن، احتمالا آلمانیه. اگه بخوای لولت بالاتر بره و تو بس مدیریتی خودت رو ثابت کنی یا پوزیشنت بشه پوزیشن مدیریتی مثل CTO، بهتره که زبان آلمانی هم بلد باشی، یعنی این یه پلاس خیلی مهمه. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، بچه‌ها اگه فکر می‌کنید این ویدیویی که نکته‌ای داره که به کار شما قرار بیاد، به نظر من دیگه جا داره که الان لایک رو بزنید دیگه، نه لایک بزنید، سابسکرایب کنید به کانال و اون زنگوله نوتیفیکیشن هم اگه بزنید و من اگه ویدیوی برای شما آپلود کنم به شما اطلاع میده. جا داره بگم که من همیشه ویدیوهای آموزنده باشن نمیسازم، یه وقتای ویدیوهای فان میسازم، یه وقتایی هم ویدیوهای مثل اینو میسازم. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ شما که آدینس هستید، دوست من هستید و تو این کانال هستید، من رو ساپورت کنید. اگه شما فردی هستی که ویدیوهای آموزنده به کارت میاد، خودت هم خوب میدونی که این ویدیوها معمولا ویو نمیخورن، یعنی اگه من بیام تست غذا انجام بدم ویو بیشتری میخوره، حتی به غلط. کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ پس باید من رو حمایت کنی. میتونی، نه که باید، لطف میکنی که این کار رو بکنی، میتونی با کامنت گذاشتن و لایک کردن یا حتی استوری کردن و شیر کردن این ویدیو با بقیه تو پلتفرمای دیگه مثل اینستاگرام یا توییتر حمایت کنی که من همزمان بتونم این نوع ویدیو هم بر شما بسازم. خب سرتون رو درد نمیارم، میرم سراغ گزینه بعدی، اون هم مرخصی هست. اینجا 24 روز شما حداقل مرخصی هست که یک کارمند میتونه یک کارمند فول تایم داشته باشه. اما اگه شما تو دوره پروبیشن هستید، باید اون میزان مرخصیتون رو تقسیم بر 12 بکنید، ببینید چقدر میشه. مثلا اگه 30 روز مرخصی دارید، باید تقسیم بر 12 کنید، میشه 2.5. بعدی 2.5 رو میتونید استفاده کنید. چطوری؟ مثلا اگه من یک ماه هست که تو دوره پروبیشن هستم، یک ماه هم که تموم شد میتونم ازش استفاده کنم، یا اگه 4 ماه هم تموم شد، 4 ضرب 2.5 کنید، به این میزان میتونید استفاده کنید. پس شما نمیتونید تو دوره پروبیشن کاملا اون 30 روز مرخصیتون استفاده کنید. حالا چرا گفتم 30 روز؟ ببینید قانون گفته 24 روز حداقل مرخصی هست برای فول تایم، اما شرکت ها برای اینکه شما رو مجاب کنند و یک پیشنهاد جذاب بدن که شما شغل رو قبول کنی و بری تو شرکتشون کار کنی، معمولا 28 تا 30 روز مرخصی میدن. لااقل برای شغل برنامه‌نویسی و بچه کامپیوتر اینجوری بوده. خب ادامه میدیم بحث جذاب مرخصی رو، اونم این که ما چند مدل مرخصی داریم. یکیش سیک دی هست، یعنی شما مریض بشی و شما مرخصی بدن تا 2 روز، یعنی 1 روز و 2 روز نیاز به گواهی پزشک نداره، اما بیشتر از اون باید بری از پزشکت نامه بگیری. مرخصی بعدی پرگننسی هست، مرخصی زایمان هست که 14 هفته هست. واقعا وقتی آدم بهش فکر میکنه میبینه چقدر زیاده، چقدر دارن به کارمندا اینجا حال میدن. و من فکر میکنم اصلا اینجا بهشت کارمنداست، آلمان بهشت کارمنداست به نظر من.
چون همه جوره هوای کارمندا دارن. 14 هفته مرخصی زایمان هست که شما میتونی 6 هفته قبل از زایمان میتونن از این مرخصی استفاده کنن و بعد از زایمان هم میتونین 8 هفته از این مرخصی استفاده کنید. غیر از اون یه مرخصی دیگه دارن به اسم مرخصی پرنتال، هم به آقایون هم به خانوم ها، که موقعی که بچهشون داره یعنی به دنیا اومده و میخواد بزرگ بشه تا 3 سال میتونن از این استفاده کنن. قطعا میزان حقوقی که به شما میدن حقوق کامل نیست، ولی شما هنوز کارمند اون شرکت میمونی و از این مرخصی استفاده میکنی و حقوق دریافت میکنی. مرخصی معمولی هم که بهتون گفتم شما میتونید درخواست بدین و مرخصی بگیرید. اصلا اینجا مرخصی گرفتن مثلا یه هفته یا دو هفته اصلا عجیب نیست. من اصلا یادم نمیاد توی ایران میتونستم 2 هفته مرخصی بگیرم برم سفر، اما اینجا خیلی طبیعیه و معمولا تابستونا اینجا 2 هفته مرخصی میگیرن و میرن سفر. معمولا هم 2-3 ماه قبل اعلام میکنن، اینجوری نیست که مثلا من فردا بگم میخوام 2 هفته برم مرخصی. روزهای کاری توی آلمان از ماندی تا ساتردی هست، یعنی از دوشنبه تا شنبه. معمولا بچهایی که همفیلد من هستن توی حوزه برنامه‌نویسی هستن، آیتی هستن، تا جمعه کار میکنن، اما شغلهایی هستن که اونا شنبه هم باید کار کنن. دولت این شنبه کار کردن رو منوط کرده به قرارداد شما. یک سری اصناف خاص هستن که فقط اجازه دارن کارمندایی داشته باشن که یک شنبه هم کار کنن. یه چیز دیگه که در رابطه با فرهنگ کاری آلمان بگم که به هیچ عنوان به شما کش نمیدن و قطعا به حسابتون واریز میکنن و خودشون بحث مالیات و اینا رو اتومات کم میکنن. نیاز نیست شما نگران باشید. شما میتونید مالیاتی که دادید رو پس بگیرید. من اتفاقا در رابطه با این قضیه ویدیو ساختم، لینک اینا هم میذارم براتون تو قسمت دیسکریپشن یا این بالا. مسئله بعدی این که اگه بخواید قراردادتون رو کنسل کنید یا ریساین کنید، استعفا بدید، یا از اون طرف اونا شما رو اخراج کنن، باید بدونید که هر دو طرف، چه شما چه اونا، باید یه نامه بنویسید که به این نامه میگن نامه ترمینیشن یا همون کندیگن، که شما باید بگی که من میخوام از این تاریخ دیگه کار نکنم و اون نوتیس پریود رو بگذرونی، بعد میتونی جدا بشی. توی بحث ترمینیشن باید یادتون باشه که حتما باید به بیمه درمانی عمومیتون اطلاع بدید که شما دیگه کار نمیکنید. و یکی از دلایل دیگه که من فکر میکنم آلمان هشت کارمندا هست اینه که اینجا اگه شما بیکار بشی، حالا چه خودت استعفا بدی چه اونا اخراجت بکنن، اینکه دولت به شما حقوق میده. چقدر حقوق میده و چه شرایطی داره خیلی کلی الان میگم، ولی یه ویدیو حتما تا چند روز دیگه فقط در رابطه با این خواهیم داشت. 60% حداقل حقوق شما رو میده. اگه شما بچه داشته باشید اون وقت 67% به شما میده. به این حقوق بیکاری توی آلمان میگن Arbeit Losgeld. توی آخری که من توی لیستم اینجا دارم و فکر میکنم که یکی از گیم چنجر هایی هست که باعث میشه که من توی این کشور بمونم و فکر میکنم اینجا برای کارمندها خیلی جای خوبیه، اینه که کارفرمای شما انتظار نداره شما آخر هفته ها براش کار کنی، انتظار نداره که شما اضافه کاری کنی، انتظار نداره شما توی هالیدی کار کنی براش، و در نهایت اگه شما مریض بشی یا خوب نباشه حالت، انتظار نداره که شما براش کار کنی. کما اینکه توی ایران یا حتی توی کشورهای مثل کشور کانادا، آمریکا، البته من اینو شنیدم، انتظارات کارفرما متفاوته. خیلی وقتا انتظار دارن شما اضافه کاری کار کنید، یا اینکه خارج از ساعت کاریتون اضافه کاری کنید، هالیدی کار کنید، اگه مریض هستید هم کار کنید. و اگه این کار رو شما انجام ندید، یعنی گوش ندید حرف کارفرماتون، امکان داره کارتون رو از دست بدید. خیلی ممنون بچه ها که این ویدیو رو دیدید. این ویدیو به مناسبت این بود که من 2 سال اینجا کار کردم و گفتم که بیام و چیزایی که دیدم و با شما به اشتراک بذارم. سعی میکنیم این هفته یه ویدیوی دیگه هم در رابطه با کار داشته باشیم که یه کمی جزئی تر وارد بحث ترمینیشن یا همون کنسل کردن قرارداد، حالا چه از طرف شما چه از طرف کارفرما بشیم، و اگه مزایای شما دریافت میکنید بگیم که چطور میتونید مزایا رو دریافت کنید، آیا اصلا شما واجد شرایط هستید، اگه کسی با بلوکارت یا ویزای کاری بیاد اینجا اصلا میتونه این کارو بکنه، میتونه شرکتشو عوض بکنه یا نه، یا اگه بیکار بشه بهش حقوق میدن یا نه. خیلی ممنون، متشکر که این ویدیو رو دیدید. لایک یادتون نره، کامنت فراموش نشه، برای من نظرتون رو با این ویدیو بنویسید و خداحافظ. نور اینجا یکم کم شد. من میشه که من توی این کشور شد چی گفتم؟